حسین بس یعنی میتبالی رو تنها گذاشتی آمدی؟ نگران نباشم حسین، بهش یاد دادم که چجوری آتیش روشن کنه، اگه یاد گرفته باشه دیگه هیچ جونوری بهش نزدیک نمیشه. حسین میخواستم یه چیزی بهت بگم. بگو چی میخوای بگی؟ تو میخوای اسم من و میتبالی رو کنار هم تو یه تلگراف بنویسی؟ البته چرا که نه. آخه عمو حسین خودت بهتر میدونی، میتبالی انگلیسی بلد نیست، خب ممکنه که با ما مصاحبه های جور و واجوری بکنن، البته توی اینجور کنفرانس ها مهمون های خارجی هم هستن، مثلا یکی از میتبالی بپرسه که What is your name؟ آره حق با توه، میتبالی اصلا انگلیسی بلد نیست ولی انصافاً کار گذاشتن چرخ چهار رو خوب بلده. خب حالا اگر یه نفر ازش پرسید What is your name؟ شما واسه ترجمه کنید. حموسه بابا یه خورده یواشتر بادو، از نفس افتادم. یواشتر از این من دیگه نمیتونم حموسه، دیگه پاهم نا نداره. خب برگرد پیش میتوالی. تنهایی برگردم؟ خب پس میگی چی کار کنم؟ حموسه اما حسین منو کول کن. کولت کنم؟ خدا تو رو قسم میدم به هر کسی که میپرسی منو مثل اون موقع بچگی ها کول کن. اما حالا که دیگه بچه نیستی. اما حسین من دیگه نمیتونم راه برم، از پا افتادم. اما حسین ای آسمان چه شگفت‌انگیزی تو. خب داری شعر میگی ها؟ اما حسین آسمون رو نگاه کن، ستاره های آسمون این صحرا با همه جای دیگه فرق داره. من از تو تعجب میکنم که با اون همه قدرت ذهنی زیبایی و رمز این اقیانوس لاجوردی که بالای سر ماست رو احساس نمیکنی. حقیقت اینه که یکی سواری بگیره یکی سواری بده. اونایی که سواری میگیرن حس زیبایی و درکش و زیباییشون بیشتر از اونهاییست که سواری میدن. ای آسمان چه شگفت‌انگیزی تو. ای آسمان چه شگفت‌انگیزی تو. نمیدونی چه کار خوبی کردم که همراه عمو حسین بیچاره رفتم میتوالی. خیلی شانس آورد. مأمور پست تلگراف مداد نداشت. آخه میدونی تلگراف ها رو فقط باید با مداد نوشت. خب منم به عنوان یک تحصیل کرده همیشه یه دونه مداد همراهم هست. میتوالی بذار بخوابه بابا، بعد از 7 سال این اولین شبیه که گرفته خوابیده. درد پیچیده تو شونم. شاید از روماتیسم باشم حسین. روماتیسم چیه پسر؟ فکر میکنم روزگار قدار منو مبتلا به سرطان شانه کرده. یه حرف رو نزنم حسین، میترسم. سرطان شانه چی چیه؟ بگو روماتیسم آن هم از نوع خفیف آن. شایدم از روماتیسم باشه. شایدم از کول کردن جنابالی باشه. شب بخیر بسیانی.
فردا دنیا زیر و رو میشه. خواهش میکنم نظم رو رعایت کنید لطفا، خواهش میکنم. به هیچ وجه عکس نگیرید، فعلا عکس نگیرید، عکس گرفتن فعلا قدغن. خواهش میکنم ما که هنرپیشه سینما نیستیم، ما قهرمانان گمنام هستیم، ما از متن مردم هستیم. چطوری تونستیم سختی های زندگی رو در صحرا 7 سال تمام تحمل کنیم؟ سوال بسیار بسیار خوبیه، بگذارید من جواب این سوالو بدم. هر وقت به سرم زد که این کار رو رها کنم و پی یک کار دیگه ای برم، درست همون موقع یک مرتبه به یاد شکمهای گرسنه فقیر بیچاره های مملکتم می افتادم که با چشمان ملتمس از من می خواستن که به جستجوم ادامه بدم. البته خیلی از اوقات رفقای همکارم حسابی مایوس می شدن و من مجبور می شدم به اونها جرأت بدم تا باز هم سر ذوق و شوق بیان و به کارشون ادامه بدم. چطور تونستم این کارو بکنم؟ بله برای اینکه بخشی از مطالعات دانشگاهی من مربوط به ایجاد ذوق و شوق در دیگران میشه، بنابراین من از تخصصم استفاده کردم. خواهش میکنم قرارمون این بود که عکس نگیرید ما که هنرپیشه سینما نیستیم، من یک فرد عادی هستم. این کشف هزاران بار از هر کشف دیگری مهمتر است. انقدر گندم به دست آمده که مقدار آن حتی برای ما غیر قابل تخمین زدن است. بله. آنچه مهم است و ضرورت دارد دانستن این نکته است که این کشف بسیار با اهمیت است. این خود نخستین گام در راه رسیدن به دومین کشف است و دومین گام همانا کشف دفینه‌های گندم در سراسر مصر است. سوال دارم دکتر وحید. بفرمایید. آیا برای این کشف وقت زیادی صرف شده؟ باید دانست که معمولاً این گونه کشف‌ها در زمان کوتاهی انجام نمی‌شود. بله. زمان بسیار طولانی لازم است که حتی یک دفینه کوچک گندم کشف شود. عجب. مسائی که منجر به این کشف گردید 200 سال متمادی به طول انجامید. البته واضح است که در سر راه این مسائی موانع بسیار متعددی هم فراهم آمد و به وجود آمد که در این جلسه بحث پیرامون این موانع نه ضرورتی دارد و نه مجالی ما داریم. به هر حال باید گفت که این موانع همگی رفع گردیدند. بله بله. داستان رفع این موانع هم خود هم شنیدنی است و هم گفتنی که خواهیم گفت، اما در حال حاضر به خاطر سری بودن برخی از موارد و رعایت اصول امنیتی از ذکر آن بنده معذورم.
پایه‌های تئوریک این کشف همانا اعتقادات مصریان باستان بوده است که بر حسب این اعتقاد در عهد فراعنه گمان بر این می بردند که انسان پس از مرگ دوباره زنده می شود. بله؟ و اگر زنده شد به غذا و آب احتیاج دارد و غذا همانا نان می باشد. بله. به خاطر همین انسان‌های زنده هر آن چیزی را که برای زندگی کردن احتیاج داشتند به همراه مردگان خود در گور می کردند. بله. از جمله آنها خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها بود. همانطوری که آقایان اطلاع دارند اعتقادی یا افسانه‌ای و حتی تاریخی وجود دارد که از 7 انبار گندم که در عهد حضرت یوسف در مصر ذخیره شد هنوز 6 تای آنها در زیر زمین دست نخورده باقی مانده است. فقط یکی از آن 7 انبار در آن سال قحطی بزرگ که در زمان آن حضرت به وقوع پیوست مورد استفاده قرار گرفت و دست خورد. ببخشید دکتر وحید، به نظر شما برای ما اینجا خوردنی دیگه جز گندم وجود داره؟ بله بله البته. دفتر روابط عمومی سازمان ما با چای و نهار مختصر و سبکی از شما پذیرایی خواهد کرد. البته ما بسیار متاسفیم که نمیتونیم از شما پذیرایی رنگین تری بکنیم. میدونید سازمان ما بسیار جوانه، یعنی امکانات کمی در اختیار داره تا بتونه از شما پذیرایی شایانی بکنه، وگرنه من هم ترجیح میدادم با یک نهار کامل از شما پذیرایی بشه. آقایون، در اینجا سخنرانی من به پایان رسید. متشکرم. بفرمایید نهار میکنید. خواهش میکنم. آقایون بفرمایید نهار میل کنید. بفرمایید. سلام دکتر وحید. سلام جانم. سلام عمو حسین. کجایی مرد حسابی که از وقتی تو رفتی نهار اون رستوران پاک گند شده؟ من هر جا باشم به شما دعا میکنم دکتر. عمو حسین، عمو حسین، بگذار یک مسئله خصوصی رو با تو در میون بگذار. میدونی عمو حسین، من و تو علایق قلبی مشترک و مشابهی داریم. چطور بگم؟ ببینم، تو این کتاب آخری منو خوندی؟ من تمام کتابایی که درباره مصر شناسی منتشر شده خوندم. آفرین. کتاب شما کی چاپ شده؟ حدود 1 سال پیش. متاسفانه نه نه. حتما جناب عالی اطلاع دارید که من این 7 سال تو صحرا کار میکردم. بله بله، اشتباهتم همین جاستم حسین. چون اگه اون کتاب رو خونده بودی عمو حسین، خودت رو توی این چاه نمی انداختی، منم دنبال سر خودت به قعر اون نمی کشوندی. من شما رو تو چاه انداختم؟ بله بله، چون کتاب منو نخوندی. اگه اون کتاب رو خونده بودی میدیدی در اونجا من نوشتم، صریحا ذکر کردم که طبق تحقیقات من در صحرا دفینه گندم وجود ندارد. ولی من پیدا کردم. بله پیدا کردی و این بسیار وحشتناکه، چون خلاف تحقیقات منه عمو حسین، خلاف تحقیقات من. بعد از این اسم من به بی سوادی مشهور شده.
چطور میتونم بعد از این من در محافل علمی ظاهر بشم، تو چشم همکارام نگاه بکن؟ چطور ابو حسین چطور؟ برحال من امیدوارم تو همیشه موفق باشی. در اینجا صمیمانه از تو خداحافظی میکنم و تو رو به خدا میسپارم. عمو حسین، من به تو و همکارانت بلیط‌های رایگان قطار درجه 1 میدم، از همین قطارهایی که در کوپه هاش هوا تهویه میشه، سرما و گرماش تنظیم میشه، رستوران داره، که برید دنبال کارتون. من منظور شما رو نمیفهمم. اما حسین ببین، بخش تئوری که این طرح به پایان رسیده، یعنی تئوری تو، تئوری خود تو بالاخره خب ثابت شده. بعد از این قسمت اجرایی این پروژه آغاز میشه که به من سپرده شده. تمام. پس تکلیف من چی میشه؟ نه، تکلیف تو، به تو یک مدال داده میشه. انجمنی که تو عضو اون هستی به تو یک مدال میده. انجمنی که من عضو اون هستم؟ بله. اتحادیه پیش خدمتهای رستوران؟ اونا به من به خاطر مصر شناسی یک مدال میدن؟ شاید. ولی من آدمی نیستم که دنبال مدال و اینجور چیزا بگرده. من میخوام کار بکنم. بله. میخوام اینجا بمونم، میخوام کار بکنم تا زنده باشم. بسیار خوب عمو حسین، بعدن راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم. اون میزها رو بیارید. خوب توجه کنید، من برای اجرای این طرح انتخاب شدم، پس باید برای موفقیت آن بکوشم. در این صورت آقایان، به شما بگویم، من شخصا از شکست خوردن تنفر دارم. در این صورت هر کسی عمل خلافی از او سر بزند یا عملی غیر مسئولانه انجام بدهد یا مرتکب خطا به عمد یا به قصد شود یا غفلتی بورزد، بیرحمانه مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. آقایان، در اینجا به ما وظایفی محول شده، باید بدون چون و چرا در انجام آنها بکوشید. فهمیدید آقایان؟ فهمیدید؟ بسیار خوب. آن کارمندان کاغذباز، از زیر کار در رو،
امروز و فردا کن، اشکال تراش، بی نظم، بی قاعده و تنبل و از زیر کار در رو. فروشگاه تعاونی رو زد و بند و بستی که در مطبوعات و رادیو و تلویزیون همیشه مورد انتقاد و تمسخر قرار میگیرن جایی در این سازمان نخواهند داشت. بنده وجود اونها رو به هیچ وجه در این سازمان تحمل نخواهم کرد. فهمیدید؟ بسیار خوب، بسیار خوب. دارم اخطار میکنم. اگر انجام وظیفه و کار در این سازمان به خطر بیفته، من به پدر خودمم رحم نمی کنم. هیچ عذر و بهانه‌ایم برای عدم اجرای کار و وظیفه در این سازمان پذیرفته نیست که نیست. نیست آقا، نیست. اما عزیزانم، با همه این اصول باید خدمتتون خاطر نشان کنم که من آدم اصولاً آزاد منشی هستم. خیلی بی تکبرم. ببینید راحتم. متشکرم، متشکرم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. آقایان، در واقع من میخوام بگم که فکر نکنید که در دفتر من به روی همه بازه. نه، چون من اصولا دفتری ندارم. بله بله، یا اگر دفتری داشته باشم عزیزان من، دفتر من اصلا در نداره. بله، چون بنده دستور دادم که لوله های در رو باز کنن، لنگه به لنگه درا رو در بیارن، پرت کنن بیرون. میخندی؟ یعنی باورتون نمیشه. بسیار خوب آقایان، بفرمایید توجه کنید، اینم دفتر من. حالا باورتون شد؟ پس بخندید، بخندید. عزیزان من گوش کنید، از ساعت 12 به بعد هر کسی حق داره به دفتر من بیاد، طرح خودش رو یا حتی مشکل خودش رو مطرح کنه. آزادی مطلق برای همه شما. من هر جور مشکلی رو میشنوم، گوش میکنم و در راه حل اون میکوشم. حالا این مشکل اگه خانوادگی باشه، خصوصی باشه، عمومی باشه، اداری باشه، غیر اداری باشه، دولتی یا هر چه که باشه، من رفع میکنم. حتی اگه آقایان این مشکل خانوادگی یا مربوط به زن و شوهر و بچه از این حرفا باشه، همه و همه رو من حل میکنم. فقط به شرطی که از ساعت 12 به بعد باشه. چون قبل از ساعت 12 شما کارمندید، یعنی استخدام شدید تا در اینجا کار بکنید و باید که کار بکنید. پس کار بکنید آقایون. گفتم کار کنید، یعنی کار کنید دیگه. میخنده، کار کن آقا، کار کنید، کار کن.
دکتر وحید. چه فرمایشی بود عمو حسین جان؟ نمیخواید تو این پروژه من همکاری داشته باشم؟ خواهش میکنم، ولی چه همکاری میخوایی داشته باشی تو؟ چه همکاری؟ اصلا این طرح مال منه. بس کن عمو حسین، بس کن، این حرفا از تو بعیده. این طرح مال سازمان ماست، یک پروژه مملکتیه. اما این شخص جور دیگه خیال میکنه. میگم بهتر نیستش که خیالشو راحت کنید و حقیقتو بهش بگید؟ بهش گفتم ولی نمیخواد باور بکنه. خیالات بزرگی در سر داره، ادعای مالکیت یک پروژه دولتی رو داره. دولت. خیلی معذرت میخوام، من نگفتم که مالک چیزی هستم. من فقط میخوام کار بکنم، کار بکنم تا زنده باشم. بسیار خوب، بسیار خوب. بگذار صمیمانه به تو بگم عمو حسین، تو صلاحیت لازمه رو نداری، بهت بر نخوره ها. البته اگه مثل من دکترا در مصر شناسی داشتی و صد و بند اداری رو بلد بودی و پشت هم انداز بودی، الان به جای من تو باید اینجا نشسته باشی و شده باشی مدیر عامل این پروژه. ولی آقای محترم، من نمیخوام رئیس باشم، نه مدیر عامل، نه اینجور شخصیت ها. من فقط یه کار ساده میخوام. بسیار خوب، بسیار خوب. اگه اینطوره، من یک کار برای تو دارم، یک کاری که متناسب با تجربیات قبلی تو، کاری که با سابقه استخدامی سابق تو بله جور در میاد. من منظور شما رو نمیفهمم. ببینم حسین، بگذار برای تو توضیح بدم. تو یک پیشخدمت ساده کافه بودی، ولی من تو رو به سمت مسئول بوفه مرکزی این سازمان انتصاب میکنم. گرچه مقررات اداری مانع به کار گرفتن شخصی مثل تو در سمت مسئول بوفه این سازمانه، ولی من این کار رو میکنم. در مورد تو استثناء قائل میشم، قانون رو میشکنم، خودم هم جواب گوش میشم. حالا راضی شدی عمو حسین؟ من حاضرم در هر کاری که مربوط به این پروژه میشه کار بکنم. آفرین. تا به چشم خودم ببینم که گندما از دفینه ها در میان و بین مردم توزیع میشن. مطمئن باشم حسین، خیالت راحت. برجت من برای انجام وظیفه اینجا نشستم و انجام خواسته تو یکی از وظایف من. آقای دکتر. بله. منم یه خواسته کوچیکی داشتم. من دانشجوی یکی از مؤسسات وابسته به دانشکده تجارت و بازرگانی هستم. آفرین، آفرین. بنابراین فکر میکنم بتونم توی قسمت حسابداری سازمان شما کار کنم. بله بله، درست فکر کردید آقای محترم. من شما رو در قسمت حسابداری این سازمان استخدام میکنم. فقط بعد از این شماره شما 8، اسم شما شماره 8. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، بیشتر از این. و تو پسر خوب، خواستت رو بگو. من خواسته ای ندارم. من همراه عمو حسین هستم. همراه عمو حسین، بسیار خوب. پس همراه عمو حسین برو توی بوفه. بفرمایید حسین، لطفاً برای من یه فنجون قهوه بیار، زیاد شیرین نباشه. چشم آقای بسیونی. دیگه به من نگو آقای بسیونی، اسم من شماره 8. آفرین. چشم آقای 8. آه.
آفرین شماره 8. آفرین. متشکرم قربان. حالا برو خودت رو آماده بکن برای کار. چشم قربان. برو. آفرین شماره 8. یک میز برای شماره 8 بیارید. بگذارید اینجا. برای چاکر مسئله پیش اومده که تمام شب خواب از چشم من گرفته. این مسئله به بازدهی کاری من خیلی لطمه زده قربان و میترسم که تمام حساب‌های سازمانو به هم بریزه. به هم بریزه؟ خب این چه مسئله‌ایه که میخواد؟ بله قربان، همونطور که مستحضر هستید من دانشجوی دانشکده بازرگانی هستم و اگه سر کلاسای درس حاضر نشم اجازه امتحان دادن ندارم. بنابراین از حضور شما استدعا میکنم که با انتقال من به اداره مرکزی این سازمان که در قاهره است موافقت بفرمایید. آخه دانشکده منم در قاهره است و این به ترقی و آینده من بستگی داره قربان. بله بله، پس تقاضا، تقاضاتون که نوشتید ببینم. نمیشم قربان، نمیشم جمع، من قربان، من دو اندرسا میشه کار خیلی دارم. همین حرف رو بله قربان. بسیار خوب، بفرمایید شماره 8. با تقاضای شما برای انتقال به قاهره موافقت می شود تا نزدیک دانشکدتون باشید و به درستون برسید. متشکرم. ما هم به آینده و پیشرفت شما علاقه مندیم. متشکرم. بفرمایید تشریفتون رو ببرید. خیلی ممنونم خانم. خیلی متشکرم خانم. بفرمایید. عجب حساب داری برای خودم بگیرم. میتواری میدونی چی شد؟ من به قاهره منتقل شدم. الان من دیگه شماره 8م. اگه یه خورده سعی کنم لیسانسمو بگیرم میشم شماره 5. اگه بیشتر سعی کنم فوق لیسانسمو بگیرم میشم شماره 3. آره. اگه یه خورده همت به خرج بدم و تلاش کنم و دکترامو بگیرم بازم ارتقا پیدا میکنم و اون وقت میتونم قشنگ زیر پای دکتر وید جارو کنم و خودم بشینم جاش. تو هم به امید عمو حسینه روزت شب کن.